نحوه فراخانی فرمان ها در نوار ابزار سیمونیک زمانی که ما به نوار ابزار سیمولینک میریم برای مدل کردن همونطور که گفتیم از قسمت سیمولینک لایبرری بروزر این کار انجام میدیم اگر که ما بخوایم یک سری از فرمان هایی رو به منو آن تایتلمون منتقل بکنیم مثلا قصد داریم تا یک ورودی سینوسی رو به قسمت آن تایتل منتقل بکنیم برای پیدا کردن موج سینوسی یا بلوک سینوسی بایستی در تمامی کتابخانه هایی که در سیمولینک وجود داره دنبال اون بگردیم که این کار یک کار خیلی وقتگیریه و به همین جهت برای اینکه ما بخوایم چنین کاری انجام بدیم به دو طریق ما میتونیم این کار رو انجام بدیم یکی این که میتونیم در خود نرم افزار مطلب در پنجره کامند ویندو با استفاده از فرمان داکیومنتیشن یا در قسمت سرچ داکیومنتیشن سینوس رو سرچ کنیم که این کار در پنجه کامند دام همون کار برای ما انجام میده. اما در اینجا یک بار دیگه در اینجا سینوس رو فراخانی میکنم همونطور که مشاهده میکنین در اینجا تمامی روابطی که ما میتونیم در نرم افزار مطلب برای سینوس به کار ببریم رو به ما نمایش میده. بر روی فرمان مور من یک بار کلیک چپ کردم. همونطور که مشاهده میکنید در اینجا اگر بر روی قسمت هایی که در اینجا برای فانکشن سینوس نوشته یک توجهی بکنیم مشاهده میکنید که در اینجا نوشته مطلب فانکشن که برای خود پنجره ام فایل یا کامن ویندو به کار میره همچنین قسمت سیمبولیک ساین فانکشن هم بدین صورت اما ما یک قسمتی در اینجا داریم در قسمت ریفاین بای product به نام سیمولینک اگر بر روی سیمولینک من یک بار کلیک چپ بکنم تمامی کتابخانه هایی که در نوار ابزار سیمولینک وجود دارم و شامل ورودی یا بلوک سینوسی هستند در اینجا به من نمایش داده و من میتونم نحوه فراخانی ها اونها رو در اینجا مطالعه بکنم و بلوک دیاگرامی مد نظر رو به پنجه آن تایتل در نوار ابزار سیمولینک منتقل کنم همچنین در اینجا برای بقیه نوار ابزار های کتابخانه های سیمولینک مثل ارو اسپیس تول باکس و یا آدیو سیستم تول باکس و به همین ترتیب تمامی کتابخانه ها نمایش داده شده نحوه دیگه که من همین کار رو انجام بدم از خود پنجره سیمولینگ لائبروی بروزره که در قسمت اینتر سرچ ترم سینوس رو سرچ میکنه یا هر پارامتر دیگه که مد نظر دارم زمانی که سرچینگ تکمیل شد تمامی بلوک هایی که شامل بلوک دیاگرامی سینوسی هستند رو در اینجا به ما نمایش داده مثلا آ سینوس هایپربولیک در اینجا به ما نمایش داده و یا ما بقیه بلوک های, های بلوکی که در اینجا برای نمایش سینوس به کار رفتن همچنین خود کتابخانه سینک رو هم در اینجا به ما نمایش داده که شامل بلوک دیاگرام بلوکی سینوس هست. به طور کلی تمامی کد نویسی ها که چه در پنجره کامن ویندو انجام می گرفت و یا در ام فایل نرم افزار مطلب انجام می گرفت رو ما میتونیم در قسمت سیمولینک با استفاده از یک سری بلوک هایی که در کتابخانه های موجود در نرم اف... نوار افزار سیمولینک وجود دارند اون رو شبیه سازی کنیم و نتایج رو هم به همون صورت که در پنجره کامند ویندو مشاهده می کردیم در نوار ابزار سیمولینک مشاهده کنیم که در این آموزش که تحت عنوان آشنایی با نوار ابزار سیمولینک هست ما به طور کامل توضیح میدیم که به چه صورت میتونیم این شبیه سازی ها و یا معادلات ریاضی و معادلات دیفرانسیلی که مد نظر داریم و یا سیستم هایی که ما مد نظر داریم رو در سیمولینک چجوری میتونیم شبیه سازی کنیم